سلام، خوش اومدید. من احسان آمرتوسی هستم. پرسپولیس امسال با قهرمانی در لیگ برتر به همراه مربی کرواتش رکورد تاریخی هم در فوتبال ایران به ثبت رسوند. 3 قهرمانی پیاپی در لیگ‌های سراسری ایران. استقلال به جایگاهی بهتر از سومی در جدول رقابت‌ها نرسید تا حالا کمیته فنی باشگاه به فکر یک سرمربی خارجی دیگه برای فصل آینده باشه. به نظر شما رمز موفقیت پرسپولیس و دلیل ناکامی استقلال در این فصل چی بود؟ درباره پدیده‌های این فصل، کیفیت مسابقات و حاشیه‌هایی مثل خشونت طرفداران هم اگر نظری دارید می‌تونید مطرح بکنید اینجا در هشتگ شما، از راهی که الان دارید می‌بینید، یعنی ایمیل، اینستاگرام، تلگرام، واتساپ و توییتر، و یا یک شماره تلفن می‌تونید با ما در تماس باشید. همه جا منتظرتون هستیم تا نظرتون در بحث مطرح بشه. بسیار خوب، حالا توپ در زمین شماست دیگه، شما میتونید صحبت بکنید. بذارید بریم قبل از تلفن‌ها، قبل از که نظر شما رو بشنویم، از طریق این توپی که نباید اینجا باشه براتون جدول مسابقات و در واقع جدول رده‌بندی رو یک مرور بکنیم، ببینیم در پایان این فصل دقیقاً وضعیت تیم‌ها به چه گونه‌ای بود. طبیعتاً پرسپولیس که گفتیم قهرمان شد با 61 امتیاز، سپاهان و استقلال در جایگاه دوم و سوم هستن. ببینید که امتیازها خیلی نزدیک بوده، 58 57 و حتی تیم چهارم پدیده که ظاهراً دیگه شانسی برای صعود به آسیا نداره ولی واقعیتش داره، اونم با رتبه در واقع چهارم و امتیاز 56 وضعیتش رو دارید می‌بینید. قضیه اینجاست که اگر یکی از دو تیم پرسپولیس یا سپاهان در مسابقات حذفی بتونن قهرمان بشن، چون قبلاً سهمیه حضور در آسیا رو گرفتن از طریق لیگ برتر، عملاً شانس به تیم چهارم یعنی پدیده داده میشه که اون هم بتونه حضور در لیگ قهرمانان آسیا رو تجربه بکنه و ببینه که چه نتیجه اونجا به دست خواهد آورد. البته همونطور که قبلا هم گفتیم، این قهرمانی پرسپولیس رو رکورددار کرد از نظر اینکه 3 قهرمانی پیاپی در لیگ‌های ملی ایران به دست آورده از طریق یک مربی خارجی. اونم ببینیم که حالا در واقع بیشترین سهم تیم‌ها در بردن لیگ برتر در واقع به چه شکلی بوده، از چه زمانی، از زمانی که از سال 1970 و زمانی که در واقع لیگ برتر فوتبال ایران حرفه‌ای شد. می‌بینید که رتبه اول همچنان از این نظر هم دست پرسپولیس با 9 قهرمانی، بیشترین رکورددار، بیشترین قهرمانی هستش از سال 70 تا به امروز. بعد تیمای استقلال و سپاهان هر دو با 5 قهرمانی در واقع دارن پرسپولیس رو دنبال میکنن در رده‌های دوم و سوم. تیم چهارمی که داریم می‌بینیم، پاس، الان گرچه دیگه حضور نداره ولی به هر حال با 3 قهرمانی با سایپا در جایگاه مشترکی هستن از نظر تعداد قهرمانی. بعدم فولاد خوزستان با 2 قهرمانی و استقلال خوزستان با 1 قهرمانی در جایگاه‌های بعدی هستن. ببینیم که حالا شما چی فکر می‌کنید. دو نفر اولمون اسمشون اگر داشته باشیم، پیمان از تهران و بعدم با فرید از کرمانشاه صحبت می‌کنیم. اما شما فکر می‌کنید دلیل اصلی این پیروزی برای پرسپولیس چی بود؟ اول اصلا بگو تکلیف ما معلوم باشه، پرسپولیسی هستی، استقلالی هستی، طرفدار کدوم تیمی؟ سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان بی‌تی پاس. سلام، من پرسپولیسی هستم. اول از همه تبریک میگم به همه پرسپولیسی‌ها این قهرمانی رو که واقعا امسال در شرایط خیلی سختی به دست اومد، مثل 2 سال پیش یا مثل پارسال. از هفته های قبل قهرمانی مشخص نبود، پرسپولیس تونست تو هفته آخر قهرمانیش رو تثبیت کنه، اونم دلیلش به خاطر فشردگی بازی ها و نزدیک بودن رقابت بود که در نهایت تونست از بقیه تیم ها غلبه کنه و برای سومین بار متوالی که یک رکورد هستش بتونه دیگه برتر. عامل اصلی این قهرمانی با اون رکوردی که داریم در موردش حرف می‌زنیم چیه؟ فکر می‌کنید شخص مربی آقای برانکو رو باید در واقع عامل اصلی این پیروزی بدونیم، یا اینکه فکر می‌کنید مثلا تماشاچی‌ها اینطور که بعضیا دارن میگن، یا هماهنگی که اصولاً بین این تیم وجود داشت در سال‌های اخیر، همه اینا رو باید عامل به حال موفقیت دونست؟ خب 100% اول باید تیم فنی و در رأس اون آقای برانکو رو عامل موفقیت می‌خواد. خب تماشاچی‌ها که همیشه پرسپولیس از قدیم تماشاگرها بودن و همیشه هم حمایت کردن، ولی آقای برانکو تونسته یک همدلی و وفاقی رو بین بازیکن به وجود بیاره، یک دیسیپلین و اتوریتی خاصی داره که تونسته تیم رو با خودش همراه بکنه. تاکتیکایی هم که انتخاب کرده با توجه به بضاعتش تونست بهترین نتایج رو بگیره. پرسپولیس همونجور که میدونید از 2 پنجره نقل و انتقالات محروم بود، یعنی یک سال کاملا نتونست بازیکن بگیره، ولی با همون 13-14 بازیکنی که داشت تونست به فینال باشگاهی آسیا برسه. این واقعا یک دستاورد بسیار بزرگ بود. اگر کادر فنی مجربی نبود هیچ وقت نمیتونست پرسپولیس به همچین موفقیتی برسه و این برای مدیریت باشگاه باید یک پندی باشه که هر وقت تونستن ثبات کادر فنی رو برقرار کنن و مربی رو نگه دارن نتیجه درخشانی گرفتن. آقای برانکو در سال اولش تونست تیم رو نایب قهرمان کنه با تفاضل گل به استقلال خوزستان واگذار کرد قهرمانی رو، ولی 3 سال بعد تونست با اقتدار قهرمان بشه. امسال هم
واقعا این قهرمانی به قول خود آقای برانکو یک مزه دیگری داشت، چون در سخت‌ترین شرایط به دست اومد. اینجوری نبود که از نیمه فصل مثل سالهای قبل مشخص شد که پرسپولیس قهرمان بشه. امسال تا آخرین لحظه پرسپولیس داشت می‌جنگید و از بازیکنانم باید یاد کنم که چند تا بازیکن بسیار خوب امسال پرسپولیس به کادرش اضافه کرد. آقای ترابی که امسال واقعا ستاره بود، آقای برانوند که یک شاهکار بود، اگر اون سیوهای عالیش نبود شاید ما الان حتی قهرمان هم نبودیم، چون در مقاطعی تونستش که با دروازه‌بانی بسیار خوبش تیم رو نجات بده. آقای جلال حسینی که در 37-38 سالگی همچنان یک دژ مستحکم تو خط دفاعی، و آقای علیپور هم که امسال گرچه فروغ پارسال رو نداشت ولی بازم با گلاش تونست به تیم ما کمک کنه. خیلی ممنون. پس چند عامل رو شما به حال در کنار هم موثر می‌دونید در این قهرمانی. فرید از کرمانشاه، اینطور که همکارانم میگن شما استقلالی هستید، همه توضیحات پیمان رو شنیدید به عنوان دلایل قهرمانی تیم پرسپولیس که رقیب شماست به یک نوعی میشه گفتی، که چقدر موافقی و چقدر فهم کنید دلایل دیگری هم هست که اینجا اشاره نشده؟ با سلام خدمت شما و بینندگان محترم برنامه‌تون. ببینید حالا دوست عزیز ما یه سری چیزا رو گفت، ولی انصاف شما ببینید دلایلی که حالا ما رخ صحبت میکنیم از وزارت ورزش، دستای پشت تیم‌آوری و مسائل تیمای پیش بردن. شما پرسپولیس امسال تمام بازی بزرگش، شما تراکتور، زوباهن، باهان همه رو مساوی کرد، 12 مساوی رو. شما نگاه کنید بازی که استقلال میتونه سعی کرده به قهرمانی، اما خود معروف به قاضی پاس داد تو اشتباه داوری. هفته قبل بازی دیگه حتی خود اصفهان که تو کورت بودون پنالتی اشتباه آقای فغانی گرفته شد و وزارت ورزش فراری بودن تیام جباروف، شما دیدید اون تیمی که حالا قبل قرار درست کرده بود تو هم تو آسیا هم لیگ خیلی خوب از ته جدول اومد و سوم شد، 9 امتیاز اختلافش بود. این عوامل نظر اون باعث قهرمانی پرسپولیس شد. ما منکر آقای برانکو و هماهنگی تیم پرسپولیس نیستیم، اون یه بحث، بقیه تیم هم هماهنگن، فقط پرسپولیس نیست. ولی عواملی که گفتم واقعا وزارت ورزش و خیلی نهادهای دیگه خواستن که پرسپولیس قهرمان بشه و شد. بذار ببینیم الان با توجه به اینکه پیمان خودش هست اگه جوابی داره، اگه در حد کلکل حرفی که دارید میزنید احتمالاً میتونه جواب شما رو منطقی بده، وگرنه که من یه لحظه چه خدمتتون بگم. ببینید باشگاهی که باشگاه استقلال گفتم ما پول نداریم، خب پول این باشگاه رو کی میده؟ وزارت ورزش باید دیگه. هر دو تا زیر نظر وزارت ورزشن، تیام جبارو با امید ابراهیمی رو فراری دادن، بعد پشترش این همه بازیکن برای استقلال خریدن. خب این بازیکنایی که اومده از نیرومایه رو گرو که رفتن تا ایسما و پاتوسکی و خود منشا و علایار سیادمنش رو و چند تای دیگه، اینا که همه با 100 میلیون دیگه میلیون که نیومده، قراردادها همه میلیاردیه. پس اگر وزارت ورزش پول نداشت این همه بازیکن از کجا اومد؟ بسیار خوب، ممنون. بذارید همین نکته که در واقع حمایت وزارت ورزش از سرید بهش اشاره میکنید و در واقع آقای فرهاد مجیدی هم بهش اشاره کرده، ببینید که پاسخی براش پیمان داره یا خیر. پیمان، خب ببینید دوستمون یه سری مسائل رو مطرح کردن، ولی اگر شما نگاه کنید زمان احمدی نژاد هم این مسئله بود که میگفتن، چون خودش استقلالی بود، میگفتن که وزارت ورزش سمت استقلاله. اگر شما بخواید اشتباهات داوری رو ملاک این قضیه قرار بده که پرسپولیس با اشتباهات داوری قهرمان شده، من متاسفم که برنامه 90 دیگه و عادل فردوسی پور نیست که بخواد بیاد ببینه که به چه صورت شده. اگر شما بررسی کنید اشتباهات داوری، اتفاقا پرسپولیس امسال از بابت اشتباهات داوری 8 امتیاز متضرر شده. من منکر نیستم که استقلال هم لحظه خورده، ولی اگر اینا رو کنار هم قرار بدید، من مثال واضحش رو خدمت میگم، بازی با فولاد خوزستان که تنها باخت پرسپولیس رقم خورد، 3 تا اشتباه مسلم داوری بود که اون بازی باعث شد پرسپولیس بازی رو ببازه و 3 امتیاز از دست بده. چند تا بازی دیگه هم بود که مجموع اینها رو اگر کنار هم بذاریم 8 امتیاز پرسپولیس امسال به خاطر اشتباهات داوری از دست داده. این که بخوایم قهرمانی یک تیم رو به خاطر اینکه وزارت ورزش طرفدار این تیم هستش لوس کنیم کار درستی نیست، کما اینکه خدمتتونم گفتم زمان احمدی نژاد این اتهام به وزارت ورزش بود که وزارت ورزش استقلالیه و در اون تمام ساله که احمدی نژاد رئیس جمهور بود پرسپولیس قهرمان نشد. یه فرصت نهایی به فرید هم بذارید بدیم و دیگه بحث رو اینجا جمع بکنیم. فرید، این ما بحث داوری بود که موکر شما همون سال قبل هم برنامه 90 که بود و همین برنامه که آقای میثاقی داره میذاره، اگر بخواید بحث امتیازها رو بگید
استادیوم خیلی بیشتر از این از داوری سر کرده و چیزی که خود تلویزیون ما برنامه‌های ورزشی دادن من نمی‌تونم صبح بگم. بعد ببینید شما گفتم وقتی تیمی که شپ گرفتی تیمی که بازیکن داره همین آقای سید جلالی که دوست ما اشاره کرد همه میدونن که قرارداد داخلی با استادیوم بسته بود که شب آقای هدایتی ساعت 1:30 شب میره اردوی تیم ملی و اگه این حمایت وزارت ورزش نباشه یک فرد چشید قیمتی نداره چه کارات که بره تو اردوی تیم ملی و قرارداد با اینا صحبت بکنه و فرداش سید جلال و وحید امیری بیان برن پرفورید اینا همه حمایت دیگه یه تیم چجوری میخواد حمایت بشه. بسیار خوب، خیلی ممنون از هر دو نفر. مرسی. ضمن اینکه پرسپولیس هم به هر زمانی که پنجره نقل و انتقال بازیکن‌ها به روش بسته بود عملا موفق شد تا آسیا هم به حال پیش بره و شاید چندان بنابرای این استدلالایی که مطرح شد نمیشه همیشه بهش اعتبار براش قائل شد. امیر گفته که تاثیر برانکو بر این تیم غیر قابل کتمان است، او توانست تیم رو به خوبی مدیریت و ارنج کنه. دژاوو نوشته که مافیای فوتبال تصمیم گرفت که امسال قرمز برنده بشه همین. و یه کاربرم نوشته که ما از خدامونه که همه این تیم‌ها به بخش خصوصی واگذار بشن تا قدرت واقعی و مدیریت خودشون رو نشون بدن. نظر چهارم و آخری که فعلا می‌خونم از هادی گفته با هزار تا مافیا و باندبازی قهرمان کردن پرسپولیس و وقتی همه عوامل نهادهای ایران پیگیرن که قهرمانش کنن این قهرمانی نیست، ننگه. قطعا اهالی فوتبال هم تحلیل‌های خودشون رو درباره دلایل قهرمانی پرسپولیس در لیگ برتر دارن. بعد نیست که اینجا بعضی از این تحلیل‌ها اشاره بکنیم ببینیم که در این مورد چی فکر می‌کنن کارشناسان. از جمله ابراهیم قاسم‌پور بازیکن سابق تیم ملی فوتبال و مربی گفته که پرسپولیس از شروع تا پایان بازی‌ها ثبات داشت و همین موضوع باعث قهرمانیش در لیگ برتر شد. در ادامه هم گفته از رو می‌خونم که نقل قول مستقیم باشه، در مسابقات فرسایشی شانس با تیمی است که فاصله بین بازیکنان اصلیش و نیمکت نشینانش وجود نداشته باشه که در پرسپولیس مشاهده کردیم که بازیکنان اصلی و ذخیره در یک سطح بودن. البته تیم‌های سپاهان و تراکتورسازی هم بازیکنان خوبی داشتن به نظر ایشون. بعد نظر فرزاد آشوبی پیشکسوت تیم پرسپولیس رو انتخاب کردیم که گفته ثبات در کادر فنی و بازیکن باعث تکرار موفقیت شد. فوتبال ایران باید درس بگیرد و دست به تغییرات متوالی نزند. در ادامه گفته تیمی که نقشه راهش رو میدونه موفق خواهد شد و پرسپولیس اکثر فاکتورهای موفقیت رو از نظر آقای آشوبی داشته. بریم ببینیم که حالا رو خطوط تلفن چی فکر میکنید. عادل رو از رشت داریم، بعدم با نادر از تبریز صحبت میکنیم. عادل، به حال تیم‌های دیگه هم که در این دوره از لیگ برتر بودن باید در موردش اینجا صحبت بشه و در واقع یک نگاه کلی تری داشته باشیم به مسابقات این دوره. تیم اتفاقا شهر شما سپیدرود تیمی بود که خیلی امید و آرزو داشت که بتونه بمونه همچنان در لیگ برتر، اما در نهایت این اتفاق نیفتاد. فکر می‌کنید چه عاملی باعث شد که سقوط بکنه؟ سلام، وقت بخیر. من حداقل توی برنامه‌های مراقب به تیم‌های چهار قدمی ما بها داده میشه. حدود 4 سال پیش بود این لیگ، این تیم توی لیگ دسته دو و دسته پامیزان و با کمک هوادارا و مربی بومی تیم به لیگ 1 و همون سال به لیگ برتر اومد. بعد از سقوط داماش رش هیچ تیمی توی لیگ برتر نداشت، اینکه سپیدرود اومد و دل مردم رش رو شاد کنه. تشکی که به شهر باران‌های نقره‌ای معروف اما چمن ورزشگاهش مصنوعیه، شهری که پر از استعداد فوتبالی اما دقیق از یک مسئول که با کمک کنه به ستاره شدن استعدادها. شهری که از نظر موقعیت مکانی بهترین ورزشگاه رو کل ایران داره. ورزشگاه آزادی تو دل شهر رشت هم بازی‌های تبیدو 5 کیلومتر دورتر از شهر رشت تو ورزشگاه بیجون سردر جنگل برگزار میشه. تیم مثل تبیدو که حتی مالک نسته به نظر شما میتونه جلوی بقیه تیم‌ها که مالکاشون با جنگ جوانی و بعضا چی کار میشه کرد عادل تو این شرایط که به قول شما تیم‌هایی که استعدادهای جوان خیلی خوبی هم اتفاقا در فوتبال درش هستن ولی به دلیل عدم حمایت عملا ممکن آینده‌ای نداشته باشن و حتی دیگه سال‌ها طول بکشه که باز این تیم بتونه برگرده در این سطح، واقعا چی کار باید کرد؟ چقدر این حمایت‌های دولتی که توقع میره میشه فکر کرد که عامل نجات این تیم هست؟ و اصولا الان صحبت از خصوصی سازی هم هست، خیلی از تیم‌های بزرگ و حتی دارن فکر می‌کنن چطور بخش خصوصی بسپارن. در این شرایط فکر می‌کنید چرا بخش خصوصی مثلا نمیتونه به تیم سپیدرود بخواد کمکی بکنه، اصلا اسپانسر اصلی تیم بشه در حدی که این تیم واقعا رشد بکنه و بمونه در لیگ؟ برای اینکه مسئولین اصلا علاقه‌ای به منتخبی برتر ندارن، اصلا از نظر قانونی هیئت فوتبال حقی برای اداری نداره. چرا اجازه میده به هیئت فوتبال رشت بیاد تیمداری بکنه برای رشت؟ این حرف دل هزاران طرفدار سپیدرود تو این فصل یه فصلی خونه دل خوردن، آخر ایران نذاشتن این تیم لیگ برتر بکنه. و شما همچنان به حال پایبند هستید که تیم‌های محلیتون رو تشویق بکنید، یعنی از اون دوگانه استقلال پرسپولیس که سال‌های سال می‌دونیم وجود داشت فاصله گرفتید و فکر می‌کنید به تیم‌های محلی باید بیشتر بهال بدید؟
رش شهری که اصلا توش آبی و قرمز تهران براش اهمیتی نداره، فقط به تیم شهرش سفید و داماش اهمیت میدن. بسیار خوب، ممنون از شما. مرسی نادر از تبریز. شما چطور در مورد عملکرد تیم‌های محله خودتون، منطقه خودتون یه مقداری بگید و اینکه به هر حال در شرایط فعلی در مجموع کیفیت لیگ برتر رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟ سلام عرض ادب. ببینید در کل میشه گفت برای لیگ ایران خب واقعا چه اصلا لیگ سالمی نیست. حالا چه بسا برای خود پرسپولیس. شما از اول در نظر بگیرید از وقتی که مثلا برانکو حالا سه بارش متوالی به صورت متوالی اینا قهرمان میشن، یعنی واقعا ناداوری تو لیج خیلی خیلی زیاده. شاید میشه گفت بقیه تیما بیشتر از یعنی 100% بیشتر از پرسپولیس دارن متضرر میشن از داوری، ولی خودشون مثلا کاملا راحت با این روش دارن امتیاز میگیرن. شما در نظر بگیرید مثلا تیمای شهرستانی تیم طرفداری و حمایتی از اونا نمیشه، یعنی شاید بیشترین ظلم رو در حق مثلا هواداری تیمای شهرستانی داریم. همین سفید بود از وقتی مثلا اومده بود مثلا برای لیز ببینید چقدر هوادار داشت. وقتی میگید حمایت دقیقاً چه نوع حمایتی منظورتونه؟ ببینید الان رسانه‌ها یه رسانه ملی، شما در رسانه‌های ملی کدوم تیم رو دارن مثلا نشون میدن جز مثلا استقلال یا پرسپولیس؟ همین برنامه شما یا استقلال یا پرسپولیس همون ابتدای کار داری اعلام میکنی خودتون، ولی جز دوگانگی بیرون نمیاید. یعنی کلا یعنی هیچ تیمی جز اونا واقعیت اینه حمایت نمیشه. شما فرض کنید الان خود تراکتور سازی این هوادارا واقعا بیشترین صبر رو دارن. شما ببینید ورزشگاه های ما چه یعنی اینا اذیتی دارن میشن از وقتی ورزشگاه میان، چه ظلمایی رو در حقشون میشه، چه ناداوری هایی شده. خب ولی واقعا نمیدونم این دلیلش چیه در ایران، چه این مافیا شده. یعنی کاملا وقتی مثلا پرسپولیس میخواد یه تیمی رو ببره 100% باید ببره، وقتی میخوان از اول یه تیمی رو قهرمان بکنن همون آخرش هم میکنن. یعنی نادر حالا شما اشاره میکنید به ناداوری و بی‌عدالتی در نوع حمایتایی که از تیم‌های مختلف میشه، ولی تا همین هفته های آخر همچنان تراکتور سازی تیم منطقه شما اتفاقا تو کورس رقابت‌ها بود و شانس قهرمان شدن حتی براش وجود داشت. فکر میکنید چه اتفاقی افتاد؟ حالا جدای بحث داوری که بهش اشاره میکنید، خود تیم هم عملکردش واقعا خوب بود؟ نه اصلا تیم ما امسال حالا پارسال هم اصلا تیم خوبی نبود، واقعا تیم خوبی نبود. هزینه کردم ولی بازیکنای آوردن چه واقعا هزینه اضافی بود. یعنی ما به نظر اومده بازیکن زبانجرایی بکنن از همین بازیکنای بومی خودمون چه تعصب به تیم دارن بیارن، واقعا میتونیم خیلی نتیجه بهتری بگیریم. زبانجرایی بکنن باشگاهایی که مثلا کامل زبانجرایی میکنن خیلی واقعا نتیجه میتونن بهتری بگیرن نسبت به این تیمی که الان هست. الان مسعود شجاعی رو در نظر بگیرید، واقعا این بازیکن هر افتخاری که میخواست تا حالا به دست آورده، واقعا دلیل نداره برای تلاش کردن. یا بازیکنای دیگه‌مون خیلی هاشون مثلا، ولی مثلا خیلی تیما هستن که واقعا دورتراشو خیلی خوب بازی میکنن، حتی پرسپولیس استقلال بس دوونن علاقه دارم واقعا تعصب دارم به تیمشون. من بزرگترین دلیل تراشو همین میبینم، وقتی خود مربی ما دورت دیفنس خوب دلیل نداره واقعا. عملکرد در واقع تیم فنی رو هم فکر میکنید که بی تاثیر نیست. ببین خط یک جدید داریم با رضا از شیراز صحبت بکنیم. رضا شما هم ظاهرا پرسپولیسی هستید، یه مقداری در مورد این اتهامایی که حالا داره مطرح میشه، یکی دو تا هم نیست، هم در نظری که ما در شبکه‌های اجتماعی گرفتیم دارن در مورد حمایت مثلا وزارت ورزش از تیم پرسپولیس صحبت میکنن، همینجا در برنامه هم دو سه نفر دارن اشاره میکنن، چقدر واقعا این قضیه اینقدر به نظر شما جدی هست که بگیم عامل اصلی پیروزی اصلا حمایت‌های پشت پرده است؟ بله، به نام خدا با عرض سلام و ادب و تبریک مجدد خدمت هواداران عزیز پرسپولیس. متاسفانه هر تیمی که ثبات داشته باشه بعد از پرسپولیس الان حسومان از سال دقیقاً 11 سال پیش آخرین قهرمانی که جشن می‌گرفتید. عدم مدیریت، عدم ثبات که در تیم حاکم بود متاسفانه باعث شد پرسپولیس سالان پرسپولیسی که هواداران می‌خوان نباشه. ولی خدا رو شکر بعد از مدیریتی که چند سال پیش مخصوصا آقای نجات فردا که زحمت اولیه رو کشیدن و آقای برانکو رو پرسپولیس آوردن، پرسپولیس از این رو به اون رو شد و یه تیم ساخت تیم همه هوادارا واقعا به این تیم افتخار میکنن. و به نظر من شخص برانکو با مدیریت خوب و جلوگیری از بازیکن سالی که پرسپولیس به عمل آورد موجب قهرمانی پرسپولیس شد. و اینا میگم
وزارت ورزش چه اندازه هر حمایت می‌کنه. شما حساب بکنید این پارت جمهوری جمع بازیکناشون تمام توانشون رو به پرسپولیس قرار دادن. یعنی وقتی بازی کردن انگار یه تیم بود که پارت دوم جد و همه که فشارا که پرسپولیس که دو سال پیش هم قهرمان شده با این همه مشکلات مشکلات نقل انتقالات انتقالاتش بسته و این مدیریت ولی به هر حال اینا خوب نیست این حرفها رو بزنن. هر قهرمان شده حرفش هر همه ما ضرر کردیم. خیلی ممنون از شما، مرسی. با نادرم خداحافظی میکنیم. با نادر و رضا چند تا توییت بخونیم. آمیندا نوشته که به نظر من مبارزه با بازیکن سالاری و الغای روحیه تسلیم نشدن که توسط برانکو ایوانکوویچ به پرسپولیس تزریق شده عامل موفقیت و قهرمانی های پی در پی تیم پرسپولیس. پوریا گفته که رمز اصلی قهرمانی پرسپولیس این بود که هر چیزی ما رو نکشه، هر چیزی ما رو نکشه حتما قوی ترمون میکنه. پرسپولیس تیم برتر بود وگرنه وزارت برای استقلال اصلا کم نذاشت. تبریزی با پیغام وزیر رفت. استقلال خرید نیم فصلشو. خیلی خیلی تلگرامی نوشته و فکر میکنم که تلگرافی نوشته و زیاد واضح نیست جملاتش. گمان زنی نوشته که زمانی که استقلال قهرمان میشد میگفتن مافیا خواسته و اکنون درباره پرسپولیس چنین میگویند. همیشه دنبال بهانه میگردین. تیم استقلال تیم متزلزلی بود و شفر نتوانست تیم رو جمع بکنه، اما پرسپولیس همدل و یک پارچه بود. تراکتور هم از داخل لطمه خورده به نظرش. از برانکو به عنوان یکی از پر افتخارترین مربی های خارجی در فوتبال ایران نام میبرند و سایت ورزش سه هم بعد از قهرمانی پرسپولیس اومده در این فصل یک در واقع دلایلی رو، 10 دلیل رو میشه گفت که مطرح کرده به عنوان دلایل اصلی موفقیت برانکو ایوانکوویچ. ما 5 تاشو انتخاب کردیم براتون اینجا مرور کنیم، ببینیم که اگر موافق هستید میتونید شما نظرتون رو در موردش در ادامه بحث بگید. پست مدرن بودن و امید به آینده، منظور است که به هر حال از شیوه های جدید مربیگری داره استفاده میکنه و همچنان اون امید رو همیشه در تیم تزریق کرده. میگه که برانکو به موقعش خیلی بیرحم بوده، اما این بیرحمی در پشت قانون و نظم در واقع نهفته است و اون نه اهل مجادله با بازیکن و نه اهل مهمانی رفتن و اونها و همیشه حتی بعد از باختای سنگینی طور که مطلب نوشته بازیکنش رو سعی نمیکرد که متهم بکنه و همیشه بهشون انگیزه و امید میداده. مورد بعدی دادن انرژی مثبت به تیم و دانستن فرمول موفقیت هست. گفته در جذب انرژی مثبت جمعی برانکو عملکردش فوق العاده بوده. در مدت حضورش در این تیم در واقع سعی کرده که همچنان وسوسه نشه، که از سرعت مطمئن خارج بشه و با همون فرمولهای همیشگی خودش پیش بره. مورد بعدی با لبخند بازیکنان خاطی رو اخراج کرد و همیشه به رسانه‌ها لبخند زد. میگه در برابر بازیکنانی که با اونها مشکل برمیخورد عملاً موضع علنی و عصبانی نمیگرفت، سعی نمیکرد که رسانه‌ای بکنه، با تمام رسانه‌ها حتی اونایی که ممکن بود دوستش نداشته باشن هم کاملاً مثبت و بدون کینه حرف میزد. مورد چهارم تیم رو شخصاً فرماندهی میکرد. برانکو در پرسپولیس نقش فرمانده رو انتخاب کرد و فرماندهی بود که خودش قبل و پیش از همه در میدان نبرد و جنگ وارد میشد. و مورد آخر هم کادر فنی خوب و مدیریت عادلانه که در واقع گفته مرد کروات حاکم اصلی تمامی مسائل فنی باشگاه و کادر فنی مورد نظرش رو هم خودش انتخاب کرده. برانکو طوری رختکن تیمش رو مدیریت کرد که کمترین اعتراضی رو به نسبت سایر تیم‌ها در مورد بازی کردن و بازی نکردن در تیم پرسپولیس به نظر نویسنده این مطلب شاهد بودیم. فرصت زیادی نیست با دو نفر احتمالاً آخر در بحث صحبت بکنیم. میترا از تهران، پرویز از ایتالیا. اگر فرصت بشه بازم بیننده دیگری داشته باشیم. میترا شما بفرمایید که طرفدار کدوم تیم بودید در این دور از لیگ برتر و اینکه قهرمانی پرسپولیس چه عواملی به نظر شما درش نقش داشت؟ سلام عرض می‌کنم جناب خدمت شما جناب آمرتوسی. واقعیتش من طرفدار قبلا پرسپولیس بودم، اما به خاطر اینکه همسرم طرفدار دو آتیش استقلال هستش، الان تقریبا میتونم بگم که یه استقلالیم. یعنی در واقع نظرتون رو عوض کردید به خاطر همسرتون؟ بله. چرا؟ خب حالا نظر خودتون رو حفظ می‌کردید دیگه، اگه فکر می‌کردید پرسپولیس تیم خوبیه که قهرمان هم شده، یعنی الان پشیمون نیستید که تیمتون رو عوض کردید؟ نه، ببینید بابت این که من شاید اون موقع زیاد اطلاعی از این مسائل فوتبالی و اینا نداشتم، اما به خاطر اینکه دارم یه هوادار خیلی قدر هست تو این مسئله و خیلی همیشه تو آنالیز و تحلیل میکنه، خیلی برام جالب بود که صحبت میکرد در رابطه با اتفاقایی که واسه تیم میفته، واسه استقلال یا واسه کلا در لیگ برتر چه حاشیه‌ای وجود داشت و چه حاشیه‌ای به وجود می آوردن واسه استقلال. به همین خاطر من ترجیح دادم که از همین بیام از استقلال حمایت کنم. واقعیتش ما باید
آدمای منطقی باشیم میایم تبریک هم میگیم خدمت پرسپولیسیا، اما مسئله که هستش اینه که اینا خوب بازی کردن، تکنیک داشتن، اما اگر حمایت سیاسی رو نداشتن، اگر حمایت وزارت ورزش رو نداشتن، همین نکته رو میتر میگن. ولی مثلا پارسال اگه بخواد نگاه کنید تا خود جام در واقع تا خود فینال آسیا پیش رفت بدون اینکه حتی از اون پنجره نقل و انتقال بازیکن بتونه استفاده بکنه، و از این نظر دیگه خب وزارت ورزش در سطح آسیا که نمیتونسته با دستای پنهان و پشت پرده کاری بکنه. چقدر واقعا این دلیلی که هی دارین تکرارش رو میشنویم در برنامه میتونه دلیل منطقی باشه از این نظر؟ ببین آقای آمرتوسی، به نظر تمام هواداران استقلال و ورزش فوتبال باید اون هویت ورزشی خودش رو حفظ کنه، یعنی نباید فوتبال سیاسی بشه، چه از داخل که بخواد یه تیم حکومتی ازش نام برده بشه و چه از جاهای دیگه که مثلا کسای دیگه بیان بگن استقلال اینه، یا مثلا بیان قهرمانی پرسپولیس رو براش تبریک بگن و اینها. این بحثش هستش. وگرنه شما فکر کنین اگر فرگوسن هم بیارن توی استقلال به خاطر اینکه مدیریت قوی نیستش نتیجه نخواهد گرفت، وگرنه الان برانکو یه مربی درجه دو هستش. مرسی از شما، وقت خیلی کمی داریم، از پرویز از ایتالیا بذارید که نظرشو بشنویم و به پایان بحث میرسیم. پرویز سلام عرض میکنم. من سریع جملات رو میگم متوجه میکنم که نفر آخرم هستم. ما قرمز میمونیم و تا آخر قرمز هستیم و با توجه به اتفاقات زندگی تیممون عوض نمیکنه. این یکی. دو اینکه ببینید الان هوادار استقلال دارن به هر ریسمانی چنگ میزنن که این موفقیت پرسپولیس رو ببرن زیر سوال، و این آخرین امیدشونه که بگن وزارت و فلان و اینا. ببینید وزارت امروز من خبر شنیدم که دارن با تیام صحبت میکنن که 1.5 میلیون دلار قیمتشه. ببینید یعنی که این وزارت داره اونا کمک هم میکنه. این که مثلا توی دربی فلان بازیکن چیپ میزنه اصلا به وزارت ربطی نداره. بسیار خوب، ممنون از شما. مرسی پرویز. زمینه که این مطلق خیلی نرم و ظریفی به میترام انداخت که تیمش رو عوض کرده و در واقع به عنوان پرسپولیسی ناراحت بود از این اتفاق. انگار سلمان نوشته که رمز موفقیت پرسپولیس داوری و وزیر بود، وگرنه چرا تو این 3 سال نتونست تو آسیا کاری بکنه. سینا گفته پرسپولیس تو آسیا 2 سال پشت سر هم رفت نیمه نهایی و 1 بار هم نایب قهرمان شد، اونجا هم لابد تقصیر وزیر بود. به پایان بحث می‌رسیم. @bbc شما نشانی ما در توییتر، اگر نکته‌ای مونده که در بحث مطرح نشد اونجا حتما با طرفدارا و مخالفای تیم خودتون در واقع رقبای تیم خودتون میتونید بحث رو مطرح بکنید. تا فردا و یک بحث دیگه، روز شب خوش.